سال تا مجهز شدن نیروهای هوایی. آیسف میگوید که نیروهای هوایی افغانستان با هواپیماهای بیشتر مجهز خواهد شد. وابستگی نگرانی سال های پس از 2014 به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده. انتقاد نمایندگان زن از تصویب برخی از ماده های قانون انتخابات. ساعت شماری برای انتخابات ایران. فردا مردم این کشور و پای صندوق‌های رای خواهند رفت. و موجودیت بیش از نیم تریلیون متر مکعب گاز در کشور. سلام به مشروع خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 23 ماه جوزای سال 1392 هجری خورشیدی و 13 ماه جون سال 2013 میلادی است. در 6 تا 8 سال دیگر نیروهای هوایی افغانستان به گونه کامل مجهز خواهند شد و این نیروها به پای خود خواهند ایستاد. معاون فرمانده آیسف میگوید که ناتو نیروهای هوایی افغانستان را با چرخبالها، هواپیماهای حمل و نقل و نیز با جنگنده های کوچک مجهز خواهد ساخت. در همین حال فرمانده نیروهای مشترک ناتو تاکید می‌ورزد که پس از سال 2014 ناتو در موارد ویژه در جنگ با هراس افغانی در افغانستان شرکت خواهد کرد. ولی آریان گزارش می‌دهد. جنگ افغانستان رنگ افغانی به خودش می‌گیرد. هر روز از توانایی های بیشتر نیروهای امنیتی افغان برای تامین امنیت کشور سخن گفته می شود. نیروهایی که انتظار می رود تا پایان سال روان میلادی مسئولیت های امنیتی همه بخش های کشور را بپذیرند. اما چالش بنیادی افغانستان هنوز هم در بخش نیروهای هوایی است. با این همه ناتو تجهیز این نیروها را زمانگیر می داند. ناتو تعهد کرده است که به نیروهای هوایی افغانستان چرخبالها، هواپیماهای حمل و نقل و نیز جنگنده های کوچک و آموزشی داده خواهد شد. نیروهای هوایی افغانستان در 6 تا 8 سال دیگر به گونه کامل مجهز خواهند شد و این نیروها با پای خود خواهند استاد. پس از سال 2014 میلادی نقش جنگی ناتو در افغانستان با یک نقش آموزشی و مشورت دهی به نیروهای مسلح کشور مبدل خواهد شد. اما ناتو به این باور است که در صورت نیاز و در موارد خاص نیروهای ناتو در نبرد با هراس افغانی با نیروهای امنیتی افغانستان همکاری خواهند کرد، چنان که فرمانده آلمانی نیروهای مشترک ناتو بر این همکاری ها تاکید می فرزد. خبر خوب این است که مردم افغانستان از سوی نیروهای خودشان محافظت می شوند. البته در چند مورد خاص ما در عملیات جنگی سهم خواهیم گرفت، اما در کل نیروهای افغان مسئول خواهند بود. درباره آموزش نیروهای افغان یک مثال می دهم. تا هنگامی که شما بزرگ می شوید، والدینتان مواظب شما هستند و در کنار شما تا دم مرگ هستند. زمان می رسد که والدینتان می گویند که شما به سن رسیده اید که می توانید مسئولیت هایتان را انجام دهید. اکنون ما نیز به همین گونه عمل می کنیم. افغانستان در سالهای پس از 2014 میلادی 352,000 نظامی برای دفاع از خودش خواهد داشت، چیزی که ناتو هم بر آن تعهد کرده است. نیروهای مسلح کشور همکنون نزدیک به 90% کل عملیات های نظامی را در افغانستان رهبری می کنند و نیز این عملیات ها را به تنهایی به پیش می برند. قرار است تا چند روز دیگر آخرین مرحله واگذاری مسئولیت های امنیتی به این نیروها نیز اعلام شود. از سوی دیگر نیروهای بخش حمایتی ارتش ملی در جنوب در اکادمی حرفه‌ای شدن و خودبسندگی رسیدند. مقام‌های بخش حمایتی ارتش در جنوب میگویند که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان تمامی مسئولیت‌های بخش حمایتی ارتش ملی را خود به دست خواهند گرفت. در همین حال فرماندهان ناتو برای حمایت و آموزش نیروهای بخش حمایتی ارتش ملی میگویند ارتش افغانستان پس از سال 2014 میلادی با قوت در برابر تهدیدها ایستادگی خواهد کرد. کریم امینی گزارش می‌دهد. ارتش نیرومند و حرفه‌ای از نیازهای بنیادین کشورها برای دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن کشورها شمرده می‌شود و در حال حاضر تلاش‌ها برای خودبسنده شدن ارتش ملی کشور در برخی از بخش‌ها ادامه دارند. در این گزارش ما از چگونگی فعالیت‌های بخش حمایتی و یا انجینیری ارتش ملی کشور در جنوب دیدن می نماییم. اینجا ترمیمگاه موترهای ارتش ملی در ولایت قندهار است.
این نیروها در این ترمیمگاه کارهای حرفه‌ای را می‌آموزند. ما امروز پس از فراگیری آموزش‌های نظری برای فراگیری آموزش‌های عملی به اینجا آمده ایم. یک ما میشه کار میکنیم، فعلا یک چیز از استادا یاد گرفتیم. یکی اینترنشنال درس داده، لنجر درس داده، آدینوی درس داده. فهمه وقتی یاد نداشتیم، مثلا پیش از اینکه میرفتیم مثلا در وظیفه چک نمیکردیم. دورتر از این ترمیمگاه در اینجا نیروهای ارتش ملی برای بود و باششان اتاقهای از چوب ساختند و اکنون مصروف تامین برق این اتاقها هستند. چیزی که من میبینم پیشرفت نیروهای افغان است. من از کار کردن با این نیروها افتخار میکنم. فرمانده عمومی بخش انجینیری نیروهای خارجی در افغانستان میگوید که تا کنون در حدود 4000 نیروهای بخش حمایتی افغان را آموزش دادند. ما این نیروها را در بخش های پاک کردن جاده ها از وجود ماین ها، در بخش ساختمانی یعنی ساختن اتاق ها و پایگاه ها و نیز در بخش لوله کشی، لیندبانی و نجاری آموزش می دهیم. این توانایی های نیروهای ارتش ملی مقام های افغان و ناتو را خوشبین به آینده ساخته است. اما این تنها بخش حمایتی و یا انجینری ارتش است که از ظرفیت های خوبی برخوردار شده است. مقام های ارتش در جنوب این همه را بخشی از تلاش هایشان برای حرفه‌ای ساختن نیروهای ارتش و خودکفایی ارتش ملی می دانند. قرار است در پایان سال 2014 میلادی، زمانی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک می کنند، نظامیان بومی در کنار پذیرفتن مسئولیت های امنیتی انجام کارهای ساختمانی، راهسازی، لوله‌کشی و این گونه کارها را خود به دست گیرند. کریم امینی، طلوع نیوز، ولایت قندهار. اما سویدن نگرانی ها درباره سالهای پس از 2014 را به انتخابات ریاست جمهوری وابسته می داند و می گوید که این انتخابات چونی و چندی دوره پس از سال 2014 را روشن خواهد ساخت. وزیر خارجه سویدن خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به بهترین شیوه در افغانستان شده است. این مقام سویدنی امیدوار است که گفتگوهای صلح به راستی آغاز شوند تا مردم بتوانند در امنیت کامل به پای صندوقهای رای بروند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. وزیر خارجه سویدن در گفتگوی با طلوع نیوز برگزاری انتخابات را در افغانستان مهم می‌داند و از طالبان می‌خواهد که به این خواست مردم افغانستان آرمت بگذارند که آنان می‌خواهند به پای صندوق‌های رای بروند. امیدوارم که این امکان وجود خواهد داشت تا گفتگوهای واقعی صلح آغاز شود. اما انتظار من کاملا صادقانه است و آن این که موضوع کلیدی پس از سال 2014 انتخابات ریاست جمهوری است که در ماه اپریل این سال برگزار خواهد شد. من امیدوارم تا طالبان به این واقعیت حرمت خواهند کرد که مردم افغانستان می خواهند با پای صندوقهای رای بروند و رئیس جمهورشان را انتخاب کنند. پس از این انتخابات ما در یک وضعیت دیگری خواهیم. این مقام سویدنی میگوید که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید به بهترین شیوه ممکن در افغانستان برگزار شود تا نتایج خوبی داشته باشد. من فکر میکنم که چیز مهم در افغانستان انتخابات ریاست جمهوری است. این انتخابات باید به بهترین شیوه ممکن برگزار شود تا نتایج خوبی داشته باشد و حکومت آینده از تمام مردم افغانستان نمایندگی کند و این براستی برای آینده افغانستان مهم است. البته در کوتاه‌مدت آینده افغانستان وابسته به حل مسئله مواد مخدر است تا افغانستان در مسیر درست و فراگیر به پای خود استاده شود. سویدن در حدود 400 سرباز در افغانستان دارد و قرار است نیمی این رقم پس از سال 2014 برای آموزش نیروهای بومی در کشور بمانند. از سوی دیگر این کشور در نشست توکیو از نخستین کشورهایی بود که برای ادامه کمک‌های غیرنظامی برای سالهای پس از سال 2014 برای افغانستان کمک تعهد کرده است. با این همه والیان در برگزاری انتخابات در ولایت‌های مربوطشان نقش کلیدی دارند. شمار از والیان در گفتگو با طلوع نیوز میگویند که والیان میتوانند در هنگام انتخابات نقش اثرگذار و برجسته بازی کنند، اما بهتر است که بر بنیاد قوانین کشور والیان مسئولیت‌هایشان را به گونه درست انجام دهند. این والیان راه حل چالش‌های موجود را در کشور به برگزاری انتخابات پیوند می‌دهند. صالح صادات گزارش می‌دهد. برگزاری انتخابات شفاف کاری که می‌تواند بسیاری از چالش‌ها را از کشور بردارد.
این بار شمار از والیان بر این موضوع تاکید می‌ورزند و می‌گویند که والیان می‌توانند نقش کلیدی را در انتخابات ریاست جمهوری بازی نمایند. والی بلخ از آمادگی‌های لازم این ولایت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خبر می‌دهد. والیا اگر بخواهد خرابی بکنند، طبعا رئیس حکومت هستند در ولایت، میتونه خرابی کنه، ولی نه قانونی را اجازه میده و نه هم مسئولیت‌ها و رسالت‌هایی که در قبال کشور و قانون و وطن دارن اجازه را اینا دارن که این کار را بکنن. والیا وظیفه‌ش است که انتخابات سالم و شفاف زمینیش مساعد بسازن، امنیت تامین بکنن، در جایی که صندوق‌ها باید گذاشته شود در اون او سهولت‌ها را باید بیارن. این وظیفه والیا هست. شمار از والیان هرچند از افزایش نامنی‌ها در شمار از بخش‌های کشور نگران هستند، اما می‌گویند که این نامنی‌ها هیچگاه مانع برگزاری انتخابات در کشور نخواهد شد. بخصوص که بخپل مجالسو که رسمی او ولست همدا دغه وی چې باید هر څوک ولست مراجعه وکوي، نه دا چې یا په امنیتی ارګانو کې چا حمایت ترلاسه کی یا په ملکی ادارې کې چا حمایت ترلاسه کی او یا د انتخاباتو د کمیسیون په اداره کې چا حمایت ترلاسه کی، ځکه چې موږ هلته یو ډیر قوي جدي نظارت لرو. در این میان شمار از والیان همکاری های والیان را در ولایت های مربوطشان با کمیسیون مستقل انتخابات یک نیاز جدی می دانند و از مقام های محلی می خواهند تا در هنگام برگزاری انتخابات از امکانات دولتی به سود نامزد مشخص استفاده سو نکنند. خدای نخواست یک والی خواسته باشه که خیانت کنه، بسیار می تانه خیانت بزرگی را انجام بده و خواسته باشه خدمت برای مردم کنه، خدمت بزرگی را انجام میده. بله، در انتخابات و در هر وقت شرایط. نزدیک به 10 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور مانده است، اما از همین اکنون نگرانی ها درباره افزایش نامنی ها و نبود اراده نیرومند از سوی حکومت برای برگزاری انتخابات شفاف، سرتاسری و عادلانه در کشور اوج گرفته است، زیرا برگزاری انتخابات شفاف از مهمترین خواست های مردم افغانستان است و این روند آینده این کشور را رقم خواهد زد. برخی از ماده های قانون انتخابات درباره سهم زنان در شورای ولایتی و شوراهای ولسوالی ها در مخالفت با قانون اساسی کشور گفته شده است. شمار از نمایندگان مجلس با انتقاد از تصویب برخی از ماده های قانون انتخابات میگویند که این قانون سهم زنان را در شوراهای ولایتی و ولسوالی ها کم رنگ خواهد ساخت. این نمایندگان هشدار میدهند که اگر برخی از ماده های این قانون تغییر نکند، زنان به انزوا کشانیده خواهند شد. حازم آرش گزارش می‌دهد. قانون انتخابات چند پیش با اکثریت آرا از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسید، اما تصویب برخی از ماده های این قانون واکنش تند شماری از نمایندگان مجلس را برانگیخته است، چنانکه آنان می‌گویند که در برخی از ماده های قانون انتخابات سهم زنان نادیده گرفته شده است. متاسفانه کمیسیون امور تقنین بدون از اینکه توافقی که در اولین جلسه صورت گرفته بود، حفظ سیدهای اختصاصی زنان در سطح شورای ولسوالی و ولایتی برای زنان بود. در جلسه بعدی که البته در این جلسه هم اشتراک داشتم و این مورد توافقی بود، هیچ کس هم بهش اختلاف نظر نداشت. من نفهم که چرا اینا این مورد برای تفسیر فرستادن به کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی. همین گونه این نمایندگان هشدار میدهند اگر این قانون دوباره از سوی مجلس سنا بازنگری نشود، حضور زنان در بخش‌های سیاسی کشور اندک خواهد بود. برخوردهایی که در برابر زنا در اواخر صورت میگیرد، برخوردی که در برابر قانون منع خشونت صورت گرفت، قبل از او قانون انتخابات که تصویب شده، همه از اینا به نحو خوش آمدید گفتن به طالبا و به دوباره نظامی ساختن و به شرایط جنگی بردن افغانستان است. از سوی هم رئیس کمیسیون تقنین مجلس نمایندگان میگوید که این قانون تصویب شده است و بر بنیادهان باید زنان و مردان در نتیجه به دست آوردن آرای بلند به شورای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها راه یابند. خواهرام که اینقدر گلایه دارن، خوب است که خیلی قانون میخواندن. این دو سه هفته از تصویب قانون گذشته، حالا خبر میشن که گپ با کجاست. 69 نفرتان اقلا در همون روزا یک نفر با این همه کشمکشایی که به ارتباط منع خشونت دارن اونجا میفرستادین، در حالی که نمی قانون برای منع خشونت علیه مردان است، حق مردان میره و زنها میآیند. او 25% مستقیم مبارزه علیه مردان بوده.
قانون انتخابات 3 هفته پیش با بیشترین آرا از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد و اکنون دیده می شود که این قانون با حذف سهم کوچی ها، حل اونود و سهم 25% زنان در شوراهای ولسوالی ها تصویب شده است. بر روند سبز برای همدردی با خانواده های قربانیان حمله های انتحاری هفته روان در کشور امروز در کابل راه پیمایی کرد. اعضای این روند می گویند که بسیاری از اعضای گروه طالبان از سوی حکومت حمایت می شوند. روند سبز خواهان متوقف شدن هرچی زودتر خشونت ها در کشور است. این روند که در رأس آن امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی قرار دارد، یگانه راه پایان دادن به اوضاع کنونی کشور را تغییر نظام می داند. ادامه خبرها. آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران نهایی شدند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران فردا برگزار شود. اما بنی صدر رئیس جمهور پیشین ایران آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی این کشور را به استفاده سوء از این انتخابات برای تحکیم قدرتش متهم می کند. در همین حال گزارشگران بدون مرز با انتقاد سخت از حکومت ایران می گوید که اجازه پوشش آزاد این انتخابات را بر رسانه های خارجی نداده است. محسن رضایی، باقر قالیباف، سعید جلیلی، حسن روحانی، علی اکبر ولایتی و محمد خرازی شش نامزد این انتخابات هستند. ایران با برگزاری 11 دور انتخابات ریاست جمهوری به زودی رئیس جمهور و حکومت تازه خواهد داشت. اما انتظارها برای به میان آمدن تغییرات بزرگ در سیاست های این کشور بسیار کمند. به باور آگاهان سیاست های کلیدی ایران از جمله ادامه برنامه های هسته‌ای و حمایت تهران از حکومت بشارالاسد، چیزی که جهان را به شدت نگران ساخته است، از سوی خامنه ای طرح می شوند و رئیس جمهور در کل مسئول تنظیم امور داخلی است و برجسته ترین چهره حکومتی ایران شناخته می شود و نقش اندک در سیاست های تهران دارد. هر یک از این نامزدها به خامنه ای وابستند و از دستورهای وی پیروی خواهند کرد. مردم ایران به خوبی نسبت به کم اهمیت بودن انتخابات آگاه هستند، اما تحریم ها و تهدیدهای غرب به تقویت خامنه ای منجر شدند. خامنه ای به مردم ایران میگوید که تنها راه انتخابات است، پس یا انتخابات یا جهنم. بنی صدر یکی از مخالفان سرسخت زمامداران مذهبی ایران است که در سال 1981 میلادی از ایران رانده شد و اکنون در فرانسه زندگی می کند. با این حال تازه ترین نظرسنجی ها نشان می دهند که سعید جلیلی نامزد محافظه‌کار و حسن روحانی نامزد اصلاح طلب بسیاری از آرا را به دست خواهند آورد. از سوی دیگر گزارشگران بدون مرز وضع محدودیت بر فعالیت خبرنگاران و رسانه های خارجی را در آستانه انتخابات ایران به شدت محکوم می کند. کاهش دادن سرعت اینترنت و مسدود کردن برخی از سایت های اینترنتی از سوی حکومت ایران از مشکلات دیگر در این انتخابات گفته می شوند. و نخست وزیر ترکیه برای آخرین بار از معترضان این کشور خواست تا پارک گزی را ترک کنند. رجب طیب اردوغان هشدار می‌دهد که صبر وی تمام شده است و وی می‌گوید که به وزارت داخلی این کشور دستور داده است تا در 24 ساعت آینده بر اعتراضات در این کشور پایان دهد. پیش از این ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا خشونت پلیس ترکیه را در برابر معترضان میدان تقسیم محکوم کردند. و چند خبر اقتصادی. شهرداری کابل از اثرگیری کار ساخت جاده کارت آریانا کارت سخی در جریان امسال خبر می دهد. مسئولان این نهاد می گویند کار ساخت این جاده با تغییرات اندک در طرح آن با کمک بانک جهانی از سر گرفته خواهد شد. آنان می گویند برای کشیدن جاده از کارت آریانا تا کارت سخی نیاز از 2 تونل در گردنه کوه آسمایی کشیده شود. ذبیح‌الله جهان مل گزارش می دهد. جاده کارت آریانا کارت سخی از چند سال بدین سونی مکارا رها شده است. این جاده به خاطر وصل کردن بخش های مرکزی و شمالی شهر کابل به بخش های جنوبی از یک راه کوتاه بسیار مهم دانسته می شود و شهرداری کابل تصمیم دارد کار آن را از سر بگیرد. گذاشتن سرک از گردنی کارت سخی منتفی نیست، اما ما در اوج 2 تونل پلان داریم که ما 2 سرک به نام بس های سری و سیر یا رپید بس ترانسپورت داریم
که از دی پروگرام دو تونل موازی از زمین قسمت عبور میکنه از گردنی سخی. هر چند بارها شهرداری کابل برای حل مشکل ازدحام موترها در شهر کابل بر عملی ساختن این پروژه وعده کرده است، اما در هر سال این پروژه از عملی شدن باز میماند. اکنون دیده شود که امسال شهرداری کابل با وعده اش وفا خواهد کرد یا نه. و افغانستان در حال حاضر بیش از نیم تریلیون متر مکعب گاز مایع دارد. وزارت معادن میگوید ممکن ذخایر گازی افغانستان خیلی بیشتر از این باشد که با بررسی های بیشتر این موضوع روشن خواهد شد. در همین حال مسئولان اداره گاز طبیعی فشرده میگویند اگر از این گاز تنها در سوخت موترها استفاده شود، افغانستان تا بیش از 100 سال میتواند سوخت موترها را از این منبع تامین کند. در این باره هم زبیح الله جهان مل گزارش میدهد. گذشته از حفظه گازی یتیم تاق و خواجه گاگردک در ولایت جازجان، ساحات گازدار دیگر در ولایت های هلمند، کنداز و هرات نیز موجود هستند که به گفته مسئولان اداره گاز طبیعی فشرده میتواند نیازمندی افغانستان را در زمینه استفاده از گاز طبیعی در دراز مدت برطرف سازد. مسئولان این اداره استفاده از گاز طبیعی را در تولید برق حرارتی و تامین سوخت موترها بسیار مهم میدانند. خوشبختانه افغانستان خپل طبیعي زیرمه او طبیعي غاز خپریمانه لري، یعنی دغه غاز که په افغانستان کې دغه تقریبا نیم تریلیون متر مکعب غاز په افغانستان کې موجود لري، چې نیم تریلیون متر مکعب غاز که په صرف سینج موټرو د لپاره استفاده شو تقریبا 16 کلونه زیات دوام کولی شي. استفاده از گاز طبیعی فشرده در منابع سوخت جنراتورها و موترها گذشته از این که ارزان تمام می شود، محیط زیست را نیز آلوده نمی سازد. مسئولان اداره گاز طبیعی فشرده می گویند تلاش می شود با ایجاد استیشن‌های بیشتر پروسس گاز طبیعی فشرده در کشور استفاده از گاز طبیعی فراگیر شود. خبرهای ورزشی را همکارم سمیر رسا تقدیم می کند. سلام دوستان، به شن رویداد ورزشی خوش آمدید. تیم های فوتبال هراد بی و فرا راهی دیدار نهایی رقابت های انتخاباتی لیگ برتر حوزه غرب کشور شدند. در دیدارهای برگزار شده هراد بی 3-2 هرات الف را شکست داد و تیم فرا 2-1 بادغیس را پیشوری برداشت. دیدار نهایی این رقابت ها فردا میان تیم های هراد بی و فرا برگزار خواهد شد. در این رقابت ها ورزشکاران ولایت های غور، هرات، فرا و بادغیس شرکت کردند. در ادامه رقابت‌های بسکتبال سی در کابل 8 دیدار برگزار شد. در مهمترین این دیدارها تیم بسکتبال الف امنیت ملی 14-16 مغلوب تیم الف معرف شد. تیم بسکتبال احمد شاه بابای کندهار 15-5 مکتب محمد اسماعیل حسنزاده را شکست داد و کود برق مزار شریف 8-15 مغلوب افغان کلب شد. بسکتبال سی از ورزش‌های المپیک است که 3 بازیکن داخل میدان می‌شوند و یک بازیکن احتیاطی دارد. 3 مربی فدراسیون وشوی افغانستان برای حضور در یک کارگاه مربیگری جهانی امروز رهسپار چین شدند. این کارگاه با حضور 175 کشور برگزار می شود و 9 روز ادامه خواهد داشت. مسئولان فدراسیون وشوی افغانستان میگن که هدف از این کارگاه آموزش شیوه های تازه وشو است. این کارگاه سوی فدراسیون جهانی وشو برگزار می شود. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیم دار می کند. فردا کابل نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 25. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 29. جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 23. و سرانجام شهر هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 19. این بود خبرهای این ساعت. خدا نگهدار.